هلو ایوریوان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اسم من داکانتر و اومدم با پارت دو باز انچنت های بازی ماینکرافت. امیدوارم که از پارت یک و همچنین این پارت خوشتون بیاد. اومدم توی این پارت یه سری انچنت های دیگه بجز اون انچنت هایی که تو پارت قبلی، که اگه ندیدین لینکش این بالا میاد برین حتما نگاه کنین. و اومدم به جز اونایی سه انچنت های کاربردی دیگه بهتون یاد بدم و اینکه ویدیو خوشتون بیاد. قبل اینکه ویدیو شروع بشه میدونین که دیگه چیکار کنین، لایک و کامنت و سابسکرایب، و اگه از توی آپارات ویدیو نگاه میکنین کانال منو سابسکرایب کنین که توی لینک چنل یوتیوب توی دیسکریپشن میذارم. و همین بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب کلن همه کتاب و انچنت ها به سه دسته تقسیم میشن. یکیش دسته عمومیه که کلن رو همه چی میتونیم بذاریم، که یکیش میشه مندینگ. مندینگ رو همه چی میتونیم بذاریم، رو زره سلاح هر چی میتونیم بذاریم. و کاری که انجام میده اینه که با گرفتن XP اون شی یا حالا آرمور یا حالا سلاحی که انچنت مندینگ روشه، با گرفتن XP اگه دمیش خورده باشه خودش رو ریپیر میکنه که یه لول بیشتر نداره. خب دسته بعدی تلسمن که دوتا هستن، یکیش کورس آف ونشینگ و دیگری کورس آف بایندینگ. خب ونشینگ، کورس آف ونشینگ اگه روی همیش، در واقع اولی که میتونیم بذاریمش، دوم این که وقتی که مثلا روی سلاحتون باشه، وقتی که تو بازی آنلاین بشه، تو سرور آنلاین به کار میره، وقتی که شما میمیری او سلاح هم کامل نابود میشه، که اینگو یه جوریه که اینگو اصلا اون سلاح وجود نداشته تا به حال. دومی میشه کورس آف بایندینگ. کورس هم فقط روی آرموره و کارش اینه مثلا اگه روی زرهتون باشه و اون زره رو بکنید تنتون، دیگه تا آخر باز اون زره روی تنتون میمونه و دیگه نمیتونه اونو از تنتون در بیاری، مگر اینکه یا اون زره بشکه یا به عبارتی بمیرید که اون زره دیگه تنتون بیرون میاد و دیگه میتونید یه زره دیگه بکنید تنتون. این از این فرقه ها. خب دسته دیگه میشه انچنت های معروف و کاربردی، که یه سریش مال آرموری، سریش مال سلاحه، یه سریش هم مال ترایدنت. ترایدنت خیلی آنچنان انچنت هایی نداره. خب اول از همه از آرمور شروع میکنم. آرمور آکو اینفینیتیه که میدونید توی آب وقتی بخوایم ماین بکنی سرعت ماینتون خیلی کمه، ولی اگه اینو روی آرمورتون، فکر کنم رو سلاح هم بشه، رو آرمور و سلاحتون بذاری، سرعت ماینتون بیشتر میشه، که بسیار کاربردی و فقط همین یه دونه لولو داره. بعدش بلاست پروتکشنه که تا لول 4 هست و میدونی که تو ماینکرافت انفجار زیاده. حالا انفجار میخواد کریپر باشه، تی ان تی باشه، یا حالا هر چیزی، وقتی که این روی آرمورتون باشه باعث میشه که دمیج کمتری بخوری و این هم تا لول 4 میره و میدونی که هر چی لول بیشتر بشه باعث میشه که دمیج کمتری بخوری. بعدش فایر پروتکشنه که جلوی دمیج خوردن آتیش رو میگیره و آره دیگه توضیحی نداره. آره دیگه و خب انچنت بعدی فای پروتکشن آیویه که جلوی دمیج خوردن آتیش رو میگیره. یعنی اگه شما رو آرمورتون بزنید و برین توی ماکما یا آتیش، حالا هر جایی که آتیش سوزی باشه، دمیج کمتری میخورین و تا لیبل 4 هم بیشتر نیست. دسته بعدی دسته سلاح هاست، که یکیش فایر اسپکته که باعث میشه که کارش اینه باعث نه کارش اینه که به هر مابی که حمله میکنه باعث میشه که اون ماب آتیش بگیره و تا لول 2 هم فکر کنم باشه. آره فایر اسپکت بله تا لول 2 هست. بعدیش شارپنس تا لول 5 میره و کاری که میکنه اینه که باعث میشه دمیج بیشتری به اون ماب یا حالا گاو و گوسفند یا حالا هر چیزی که هست بهش حمله کنه، باعث میشه دمیج بیشتری بخوره. خب دسته بعدی دسته ترایدنته، که میدونی ترایدنت هم کمیابه به سختی گیر میاد. و خب میدونی دیگه ترایدنت باحالی و جالبش اینه که پرتابش بکنی. خب وقتی که پرتابش میکنی ممکنه یه جای دور بیفته و شما گمش بکنی، بنابراین یه انچنتی هست به نام
لویالیتی، اینه آره لویالیتی. جا به جا کدشن دوباره، حالا فکر کنم اشتباه گفته باشن تلفظش، حالا این اینجوری که من میگم لویالیتیه که وقتی پرتش میکنین باعث میشه دوباره برگرده و تا لول 3 میره و هرچی لولش بیشتر میشه باعث میشه که سریعتر به شما برگرده. و اگه بخوام اینو بهتونشون، حالا اینو بهتونشون میدم. و بعدش ریپتاید ریپتید 3، حالا نمید چجوریه، که وقتی شما اینو پرت میکنین باعث میشه که مثل جارو هری پاتر یا جادوگرا بود که سوارش میشنن تو هوا پرواز میکرده. یه یعنی ممکنه که شما همینجوری بشی، مثل اندر پل میمونه که وقتی شما به یه جای پرتاش بکنی باعث میشه شما به اونجا تیپی بشی. یه یعنی همینجوری وقتی پرتاش میکنی سوارش میشین و با میرین تا جایی که بتونه. ولی یه چیزی که هست اینه، وقتی اینه چند ریپیتید حالا نمیتونم درست بگم استفاده میکنه، قابلیت حمله کردن یا دمیج زدن رو از دست میده و فقط مثل همون جاروی هری پاتر میشه که بهتون گفتم. و حالا من دوست دارم واقعا اینو بهتون نشون بدم چجوریه و فقط یه دونی ترایدنت دیگه هم میخواییم و همچنین انویل. انویل رو میذاریم اول از همه، لویالیتی که باعث میشه برگرده سمت خودمون. این هم حالا این چندتش میکنیم و این هم ریپتید بود که باعث میشه سوارش بشیم و بریم باهاش. خب این باعث میشه که برگرده سری دستمون. حالا اینو پرتاب میکنیم تا بره. البته که من الان چیزم کریتیو هم نمیشه، گیم مودو میکنیمش سوروایبل و حالا پرتاب میکنیم. آه برگشتیم. خب بعدی چی بود؟ ریپتید بود، حالا درست نمیتونم بگم خدا. و که وقتی پرتاب میکنیم انگار سوارش میشد و میرفتیم و حالا نمیدونم چرا پرتاب نمیشه. مسئله اینه چه قلابیه. خب قلابیه، اینو انداختم بمون و کلن اگه بشم به درد نمیخوره واقعا، که آره یه واقعا به درد نمیخوره، ولی همین لویالیتی از همش بهتره، واقعا از همش بهتره. و این بود از این پارت، امیدوارم خوشت اومده باشه. فقط من این ببینم ماهی ها رو میتونم بزنم عینش به چه باحال برمیگرده. نگاه میرفت اینا چه باحال. و حالا دیگه بگیم و خدافزی کنیم و بریم. و دیگه این بود از این پارت، امیدوارم که ویدیو خوشیدون باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. و گفتم دیگه پارت یک این انچنت تا این بالا میاد، حتما نگاش کنید. و همین تا یه ویدیو دیگه و یه پارت دیگه بازی ماینکرافت، حالا هرچی باشه، فعلا خدا نگهدار.